آقای دکتر میلانی، یکی از بینندگان این برنامه به نام آقای پرویز قیصر پرسش کردن از شما، گفتن از آقای دکتر میلانی سوال کنید. آیا درست است که قوام سلطنه در گفتگوی با استالین او را فریب داد یا به قول ایشون کلاه سرش گذاشت؟ نه، من قطعا باور ندارم. یه نکته رو بگم مقدمتا برای اینکه بقیه شنوندگانتون شاید در زمینه چارچوب این قضیه قرار بگیرن، این توضیح هم بدم که این باور رایجه که قوام السلطنه در قضیه آذربایجان به مسکو میره و به استالین وعده میده که شما نیروهاتون رو در شوروی خارج از ایران نفت رو بهتون میدیم، ما نفت شما رو بهتون میدیم. و وقتی که برگشت معلوم شد که هیچ وقت قصد دادن این قرارداد نداشته و لاجرم کلاه سرش گذاشته. من فهم میکنم که گرچه خیلی من سعی کردم خیلی که گزارش روسا رو از اون جلسه قوام با استالین پیدا کنم، حتی کسی که یه بیوگرافی دو جلدی نوشته در مورد استالین و دسترسی داشته به مجموعه عظیمی از آثارش، من باهاش تماس گرفتم، ازش پرسیدم که آیا تو به این سند دست پیدا کردی یا نه، گفت من چنین سندی ندیدم. یعنی اگر هست من هنوز ندیدم که اونجا بین اینها مذاکره چی شده، ولی کلی سند هست از وزارت امور خارجه انگلیس، وزارت امور خارجه آمریکا، خاطرات شاه، خاطرات دیگرانی که در اون زمان بودن، که این یه اسطوره ای است که طرفداران قوام در واقع بافتن. اتفاقا قوام میخواست که قراردادی به روسا بده، میخواست که عده ای از افراد رو بیاره و با یک شرکت حداقل مشترکی درست بکنه. شاه و آمریکایی ها به خصوص مخالف بودن، انگلیس ها مخالفتی نداشتن، برای اینکه انگلیس ها نگران بودن که اگر نفت شمال رو به روسا ندن، روسا تحریک خواهند کرد و نفت جنوب هم از اونها گرفته خواهد شد. یعنی در اون ماجرا انگلیس خیلی نقش مخربی حتی داشت، یعنی حتی مخالف این بود که ایران شکایت از شوروی به سازمان ملل بکنه. آمریکاییان به خاطر اینکه جنگشون در واقع با شوروی، جنگ سرد در واقع داشت شروع میشد، میخواستن محکم اونجا چیز بکنن. تقریبا به یقین میشه گفت که یکی از عوامل اصلی که این قرارداد نفت داده نشد مخالفت شاه، سردار فاخر حکمت، بعضی دیگه از ناسیونالیست های ایران، مخالفت دکتر مصدق. یعنی اصلا بخش عمده آغاز فعالیت دکتر مصدق جلوگیری از قرارداد نفت با شوروی بود. یعنی مردم فراموش میکنن اولین لایحه مربوط به نفت تا اونجایی که من میدونم که دکتر مصدق معرفی کرد در دوران بعد از رفتن رضا شاه، ممنوعیت مذاکره در دوران جنگ بود و دقیقاً میدونست که روسا و حزب توده در صددن که قراردادی برای شوروی بگیرن و دقیقاً برای اینکه این رو جلوشو بگیره اون لایحه رو تصویب کرد و دقیقاً برای اینکه میدونست اگر حزب توده بفهمه سعی میکنه کارشکنی بکنه و لایحه تصویب نشه، بدون اطلاع دادن به توده یا نمایندگان توده، حزب توده در مجلس، این لایحه رو تصویب کرد. یعنی ماده واحده بود، ماده واحده دقیقاً. یعنی دکتر مصدق مخالفش بود، شاه مخالفش بود و وقتی قوام برمیگرده ما شرح مذاکرات شاه رو داریم، شرح مذاکرات آمریکایی ها با قوام رو داریم، انگلیس ها رو داریم. آمریکایی ها معتقدن که قوام یه قرارمداری ساخته گذاشته علیه شاه با قوام، با استالین. یعنی یک روایت هست که حتی شاه به صراحت میگه، به سفیر آمریکا میگه که به این وعده دادن که بیاد یک کودتا مانندی بکنه و همون کاری که در اروپای شرقی دارن میکنن روسا در اینجا بکنن، اینم بکنن. رئیس جمهور به با آمریکایی میگه شما به این بگید که از من حرف شنوی نداره، شما بهش بگید که اگه این کارو بکنه روسا بعدن اینم کنار میذارن. یعنی قوام به نظر من
قطعا مسئله ای که میخواست کلاه بذاره محل چندانی از اعراب نداره. قوام میخواست مسئله رو حل کنه. قوام حتی قبل از اینکه بره، قوام قبل از اینکه نخست وزیر بشه، با نمایندگان شوروی در ایران محرمانه دیدار میکنه و بهشون میگه شما کمک بکنید من نخست وزیر بشم، من مسئله نفت رو یه جوری به نفع شما حل میکنم. یعنی این اسنادش هست. و دلیلی که شوروی ها یه دفعه میگن ما با هیچ کسی غیر از قوام مذاکره نمیکنیم، یعنی در واقع قوام رو شوروی ها با تایید آمریکا و انگلیس نخست وزیر کردن. شاه که اصلا مایل نبود قوام نخست وزیر شه، شاه خیلی مخالفش بود، ولی روسا عملا گفتن تنها کسی که ما باش در مورد آذربایجان مذاکره میکنیم اینه. چرا؟ بعدن میفهمیم، تو اسناد میفهمیم، چون رفته با اینا مذاکره کرده، مذاکره محرمانه کرده، گفته منو بیارید من مسئلتون رو حل میکنم. واقعیت رای دکتر پس که با اینا مذاکره کرده؟ بله، یعنی ازشون خواسته که کمک کنن نخست وزیر بشه بدون شرط. اون که به نظر من اصلا درش تردیده، اسناد خیلی خیلی روشنه. فقط هم در اون مورد نیست، دفعه دومی هم که بعد از اونم که نخست وزیر شد میره با آمریکا و انگلیس صحبت میکنه در حول و حوش سیه تیر، اونجا هم کاملا روشنه که میره بهشون میگه اسنادش من در آوردم، بعضیش تو کتابم آوردم، تو کتاب نگاهی به شاه، همه اسنادم من اینجاست در دفتر دانشگاه استنفورد، دوستان میتونن بیان تماشا کنن. میشون رسما میگه گاهی در خارج از ایران باشون ملاقات میکنه با سفارت آمریکا یا انگلیس، گاهی در داخل ایران، رسما بهشون میگه شما منو بیارید من میتونم مسئله نفت رو حل کنم یه جوری که شما راضی باشید. یعنی البته رزماران باشون مذاکره میکرده، سجزیان باشون مذاکره میکرده، این وعده ها رو میدادن. ولی این داستان که فقط فریب داد و فقط تیزهوشی اون بود و اسطوره بوده، پس به نظر من از اون اسطوره های بسیار بسیار کاذبه. اون تا به هر حال میدونین قوام آدم قابلی بود، من منظورم نیست که سیاستمدار قابلی نبود، ولی یه سیاستمدار قابل جاه طلبی بود که فکر میکرد که سلطنت حق خودشه، نه حق این پهلوی های نو کیسه به قول خودش، تازه به دوران رسیده، فکر میکرد اون از جنم قجره، اونها حقشونه، اشراف ایران حقشونه، و مثلا اینا رو خیلی به رسمیت نمیشناختن. معروفه دیگه، میگن دفعه اولی که بعد از روی تخت نشستن محمد رضا شاه شاه رو میبینه، چون دفعه قبلی که دید بوده شاه یه بچه کوچولو بوده، رو پای قوام نشسته بوده، یه اشرفی ازش عیدی گرفته بوده، شاه میگه ماشاءالله بزرگ شدی. اینو شایعه است البته، ولی بعید هم نیست برای که میخوره به کاراکتر قوام. و میدونی این به قول ایرونی ها پدرسوختگی هایی که میکرده، مثلا جلساتی که با شاه بوده همیشه وای میساده دیر میامده که بعد از شاه وارد جلسه بشه. شما در خیلی از عکس ها ببینید تنها نخست وزیری است که سعی میکنه یکی دو قدم از شاه جلو باشه. خیلی از عکس های جالبی در این مورد هست. شاه اینا رو میدونه و میگه به سفیر آمریکا، میگه به سفیر انگلیس، میگه به دیگران، میگه این قصد سلطنت داره یا جمهوریت داره.